شماره 80 تابر رو به من معرفی کرده، 2 به روی x به اضافه 3، x دارم گفته کمتر از منفی 3، میخواد مقادیر تابر از منفی 1000 چی باشه؟ کمتر باشه، یعنی میخواد برسونه به شما که آقا جواب حدی میخواد بره به سمت چی؟ منفی بی نهایت، x به سمت منفی بی نهایت، جوابش میخواد منفی بی نهایت بشه. خب بریم اینو خودمون حساب کتاب کنیم. تو میخواد مقدار تابر کمتر منفی 1000 باشه؟ بیشتر سوال حد نیست، بیشتر سوال محاسباتی حل معادله نامادر است. ببین سوالو، تابع چی هست؟ میگی 2 تقسیم بر x به اضافه 3 کمتر از چند؟ منفی 1000. میارم اینور مخرج مشترک میگیرم، اینجا میشه چند؟ صفر. 1000 بیاد اینور x به اضافه 3، اینجا هم 2ه، اینجا به اضافه 1000. یه مخرج مشترک برات میگیرم، x به اضافه 3، این که 2 به اضافه این 1000 x به اضافه چند؟ 3000. داداش اولا که گفتی x کمتر از منفی 3 اینجا، پس حتما این چی هستش؟ منفیه. میخوای جوابش هم کمتر از صفر تعبیه، بس صورتش چی باشه؟ بایده از صفر تعبیه. یعنی شما میگه آقا این 1000x اینا با هم 3002 باید چی باشم؟ بزرگتر از صفر باشه، مثبت تقسیم منفی بشه کمتر از صفر. اینو ورده بر اونور تقسیم بر 1000 بزن، میشه جهت بر نمیگرد دیگه، میشه منفی 3 و منفی 2 صفر 2. با اون داستانی که اول کار خودت داده بودی یه اشتراک نهایی میزنی، جواب نهایی میشه از منفی 3 بیشتر، از منفی 3 و منفی 2 صفر 2 بیشتر از منفی 3 چی؟ کمتر. خود اینجا داستان داده بودی دیگه، میزنم گزینه‌ای که اونجا داشتم، گزینه چنده؟ گزینه 2. بریم سوال بعدی، شماره 81. شماره 81 دیگه نمونه هاشو چندین بار با هم دیگه حل کردیم دیگه. x به سمت منفی 2 سمت راست، اینجا رو میکنه 0 سمت راست. فرمت تابع 13 هم فرمتش نزولی یا سعودی شکل بکش و جواب بده، تمام. 82 این خوبه، لگاریتم مبنی 4 منتها قدر x شکل چجوری گاهی تو میاد؟ چون میخوام x به سمت 0 رو مطالعه کنم، خود لگ x چجوری شکلش؟ ببینیم شکلشو، چون 4 بیشتر از 1 فرمتش سعودیه دیگه. شما میگه آقا y مساوی لگاریتم مبنی 4 x شکل چجوریه؟ میگه آقا فرمت سعودی اینجوریه. قراره که y موسه با لگاریتم قدر مطلق x در مبنی 4 رو بکشی. میگه آقا جان سمت چپ پاک x قد خورده بود، x قد خورده بود سمت راست رو نگرم داشتم، چپ پاک اصلا چیزی چپ نداره که پاکش کنم، راست رو به چپ قرینه کن، راست رو به چپ قرینه کن. اینجا میشه نگاه کن، تو وقتی به سمت صفر میری چه از سمت راست چه از سمت چپ میری همش میره به سمت چی؟ منفی بینید. پس جواب این میشه برای شما چی؟ منفی بینید. یعنی یه نمودار ساده رفت کردم، جواب ایگرش رو برایش پیدا کردم. بریم بعدی، 83. 83 به عهده شماست دیگه، همون داستان فقط با فرمت چی؟ نزولیه. چرا؟ چون 2/10 یه پایه کمتر از چند؟ 1. این بماند برای شما. شماره 84، از اینا ماشاءالله دیگه ما حرفه‌ای شدیم. دو سمت چپ اول برکت رو خلاص میشم، دو سمت چپ اینجا میشه چند؟ 1. 1 بین 2 میشه منفی 1، صورت منفی 1. پایین 2 کمتر منهای 2 میشه 0 کمتر، منفی 1 0 کمتر، مثبت بی نهایت گزینه 4. دست به قلم نمیشیم دوباره. 85 بریم، میگه آقا همین منفی 3 بیشتر، منفی 3 بیشتر باش، منفی 3 بیشتر انتخاب کن، میشه منفی 2.9. یه منفی هم اینجا داری بغل دستش، 2.9 براکت 2.9 میشه 2، 2 منهای 3 منفی 1، صورت شد منفی 1. حالا منفی 3 بیشتر با 3 میشه 0، 0 یه خورده بیشتر، صورت شده بود منفی 1. پایینم 0 بیشتر منفی بی نهایت گزینه چند؟ 3. یعنی قشنگ دوباره یادداشت کن اینها. بریم شماره بعدی، 86. به عهده شماست دیگه، دوباره برکت و کم منفی کمتره، منفی کمتر منفی 1 و 1 دهم، یه 3 ضرب می‌کنی منفی 3 و 3 دهم، براکت میگیری، براکت که خلاص شده دیگه برقش میشه بی نهایت و شما عددش رو پیدا میکنی. بعدیش هم همینطور، به سمت 2 هستش، به سمت 2 چه راست باشه چه چپ اینجا حواست باشه ها، منفی 2 یه ذره میشه یه ذره کمتر، تفاوت میکنه. درسته که 2 مخرج رو همیشه میکنه صفر راست، اما صورت براکت یه خورده تفاوت داره دیگه، حواست باشه مثبت میشه راست باشه یا منفی میشه. این از 87 که بازم به عهده شماست. بریم شماره بعدی، 88. این سوال آشنا، جواب حد x به سمت 3 شده مستطیل بی نهایت. خب این 3، 3 که بالا بذاری 3 منهای 2 میشه جواب چند؟ 1. حتما 1 0 اون بوده. یه بار دیگه هم محاسبات اینو قشنگ ببین، چون این از نظر من سوال مهمی هستش. محاسبات رو ببینیم بچه ها، 3 وقتی شما قرار میدی داخل این، صورت میشه 3 منهای 2 جواب چند؟ 1. مخرج هم باید بشه 0 0 راست تا بشه جواب چی؟ مستطیل.
پس از نظر ما مخرج باید چه تیپی باشه؟ سبک مخرج باید این باشه، حتما 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 باید یک سه من سه داشته باشه. که چی؟ که سه میذاری بالاخره صفر بشه. حتما ما توان دو داشته باشه. چرا؟ چون اولا که x به توان دو x رو تولید کنه، ثانیا سه که میذاری سه من سه صفر، راست و چپش مهم نباشه، چون به من راست و چپ تو ندادی. پس استایلش باید اینجوری باشه، x دو من 6 x به اضافه 9. مقایسه کن با مخرجی که به من داده، a مون هست چند؟ منفی 6 x دو x دو a x اینجاست، b مون هم هست چند؟ b مون هم هست 9. به همین راحتی a و b رو تونستم پیدا کنم. شماره 89، استایل سال قبلیه، جواب منفی بینات. یه خود روی این علامت ها حواس جمع باشین، کلا سرتون نظر خدا نکرده، ولی فکر کنم الان منفی 3 مثلا صورت رو میکنه، منفی 2 عدد میکنه، پایین حتما بس صفر کنین، اینا رو متوجه شدین. حل یه بار دیگه هم انجام بدیم. شما تو بحث منفی 3 وقتی صورت عدد میذاری میشه منفی 3 به اضافه 1 خروجی منفی 2، مخرج باید بشه بس صفر، که بشه چی؟ منفی میاد صفر، هم حتما بس صفر چی بشه؟ راست. پس مخرج حتما باید یه x به اضافه 3 داشته باشه، که منفی 3 بذارم بشه بعد چند؟ صفر. حتما باید توان 2 داشته باشد. اون به خاطر چی؟ x2 تولید کنه، بعد ثانیاً راست و چپ مینسه رو من نده، صفر راست و چپ رو با هم همزمان بکنه چی؟ صفر راست. مخرج باید اینجوری باشه، x2 به اضافه 6 x به اضافه 9. مقایسه کنه منفی a که 6 یعنی a شده منفی 6، منفی b که 9 پس b شده چند؟ منفی 9. از شما ای ضرب در بی میخواد که جواب چند میزنی؟ 54 میزنی برام. حالا بریم 90. 90 هم همتیپ همین سواله، متأ توش براکت هم قاطی کرده. اشکال نداره. سه دوم اول که تو براکت مهم نیست که، چون شما براکت اول میگی سه دوم یکونی براکت میشه 1، 2 ضرب در 1 میشه 2، 2 منه 4 منفی 2 صورت داری. مخرجی که بعد دوباره همین فلسفه رو ایجاد کنی، چون به جواب چی رسیدی؟ به منفی بی نهایت رسیدی. اجرای اینم ببینیم با هم دیگه. شماره 90، شما نباید قرار شد که صورت سه دوم بیختی میذاری یک کنیم برکتش میشن یک منه چهار، صورت میشود چند؟ منفی دو. مخرج باید بشود صفر، که خروجی به شما منفی بیاد به صفر، هم باید صفر چی باشه؟ راست باشه. ایده مخرج چیه؟ مخرج دوباره باید ایکس منه سه دوم داشته باشه با توان چند؟ دو. دیگه فکر کنم فهمیدی داستان. به توان دو بسون ایکس دو، دو برابر اول در دوم میشه چند؟ سه ایکس، به اضافه به دو هم میشه چند؟ نه چهار. یه مقایسه کن، اون آه باید بشود منفی 3، آه رو پده کردم، اون بی مین های یکه باید بشود چی؟ 9 چهارم، که اینجا بی هم پیدا میکنی 13 چندم؟ چهارم. چی میخوای از من؟ 4 بی 4 برابر این میشه چند؟ 13. مین های آه یعنی مین های 3، خوری چند میزنی برای من؟ 16 میزنی. گذی چند؟ 4. ببینی سوال خیلی دمی دستی شده دیگه. الان 91 بریم. 91 میگه حاصل اینه x مثلا پی 6 رو سمت راست رو پیدا کن. فکر کنم سبک حل اینم میدونی چی هستش که پی 6 وقتی اینجا میذاری سینوس پی 6 1/2، 2 تا 1/2 1، 1 من 1 مخرج 0 میشه و بگی چی کدوم بی‌نهایته. صورتمون هم که اینا چی میشه؟ عدد میفته. حساب کتابشو ببینیم با هم دیگه. بازم 91 رو، 91 رو میان میگیم آقا جان فعلا علی حساب پی 6 منهای 1 به شما یه عدد مثبت میده یا منفی؟ میگه آقا جان این پی 6 3 اومد 4 تقسیم 6 از یک کمتر، منهای 1 میشه یه عدد چی؟ منفیه. این است. 2 ضرب در 1/2 منهای 1 برای شما چی میفته؟ میگی 0. جواب میدونم که میشه چی؟ بی‌نهایت. حالا از دید دایره پی 6 خودش اینجاست، بحث سینوسش اینجا 1/2ه. میخوای پی 6 یه خورده بیشتر باشه، یه خورده پی 6 بیشتر میشه، سینوس یه خورده از این 1/2 میزنه چی؟ بالاتر. یعنی میدونم سینوس x از 1/2 بیشتره. 1/2 ضرب کن، 2 تا سینوس x از 1 بیشتره، 1 رو بردی بری 2 تا سینوس x منهای 1 از 0 بیشتره. ببین مخرج رو قشنگ ساختی، این مخرج رو ساختی، گفتی بیشتر از 0 پس این بیشتر از 0، خروجی منفی بی‌نهایت. شیک و مجلسی. میریم شماره بعدی. شماره بعدی سبک سال قبل بود دیگه. ببینیم پی 6 چپه، تو دیگه میدونی اینجا مخرج صفر چپ خواهد شد، چون این 1/2 کمتر خواهد شد. بالا هم که رادیکال 3/2 کسوس پی 6 می‌نویسی، رادیکال 3/2 پایین هم صفر چپ، جواب میزنی چی؟ منفی بی‌نهایت. بریم شماره 93. 93 به عهده شماست. متواضع جمع باشه. پی 3 وقتی اینجا می‌ذاری 2 تا 1/2 میشه 1 من 1 صفر میشه، رفتار پی 3 خلاف، یعنی پی 3 کمتر میشه کسوس معمولا بیشتر میشه. 94 گذاشتم برای همین کار که من خودم اینو حل کنم، شما به عهده به کمک این 93 رو هم حل کنید. پی سوم سمت راست اینو من اجرا میکنم و شما شماره قبلش اجرا کنید قشنگ. پی سوم بذاریم اینجا. ببین چه اتفاقی میفته. 60 درجه است دیگه.
شما میگید اینجا رادیکال سه دوم، دو تا یک دوم منهای یک خروجی، اینجا رادیکال سه دوم داری پایین صفر، میدونم جواب چنده، بی‌نهایته. چه نوع بی‌نهایتی؟ ببینید شما یه دایره هم بکشی، پی سوم خودش اینجاست، بحث کوسینوسه که اومده روی یک دوم، شما یه خورده از این پی سوم بیشتر که بشی، این کوسینوس از یک دوم میشه کمتر میشه. پس میدونی که الان کوسینوس ایکس از یک دوم کمتره. دارم اونو میسازم دوباره، یه دو بنداز، دو تا کوسینوس ایکس کمتر از یک بیارش این، دو تا کوسینوس ایکس منهای یک کمتر از صفر. این مخرجی ساختی گفتی کمتر از صفره، این مخرج کمتر از صفر، خروجی بعد چی میشه برای شما؟ منفی بی‌نهایت. ببین شما رو بعدی بچه 95. 95 چی میگه؟ میگه حاصل حد رو پیدا کن دیگه، فکر کنم فهمیدی داستان چیه دیگه. منفی پی چهارم سمت راست شبش رو با دایره مثلثاتی قشنگ مشخص کن، بگو جواب سینوس از رادیکال منفی رادیکال دوم بیشتر میزنه یا کمتر میزنه. این بوده شما، حتی 96 هم همین سبک داره دیگه، 3 پی چهارم میذاره بیشتر کمتر، شما راحت میتونید تو ناحیه مثلثاتی دایره بکشی و مشخص کنی بیشتر میشه چه اتفاق میفته. بریم شماره 97. حاصل این فرقش چیه با قبلی ها؟ بذاریم بحث کنیم با هم دیگه، یه بارم قبلا صحبتش رو کردیم. 97 میگه آقا جان بیا به شما ایکس به سمت پی دوم بحث کنیم، بالا میشه یک پی دوم، پایین میشه یک منهای یک، جواب چند؟ سه. پی دوم خروجی بی نهایت. خب حالا چه بی نهایتی؟ تو میدونی که سینوس هر کاریش کنی از یک کمتره، خود پی دوم که نیستی، به سمت پی دوم دیگه، بس یه مساوی یکم اینجا نمیذارم. یه منفی ضرب کنی حتما منفی سینوس بزرگتر از چند منفی یکه، یه یک بندازی بغل دستش حتما میشه بزرگتر از چند سه. ببین مخرج دوباره ساختی، اصلا مهم نیست پی دوم راست یا چپ، شما بالاخره میگی مخرج از صفر چی هستش بیشتره، جواب این میشه مستقیم نیاد. یادتون باشه میگفتیم که دیگه اینجاها راست و چپ به شما نخواهند داد، چرا؟ چون پی دوم که سینوسو میکنه یک، نقش ریشه مضاعف رو بازی میکنه دیگه، چند راست و چپش مهم نیست. اونجایی که سینوس یک و منهای یک بشه یا کوسینوس یک و منهای یک بشه، انگار دیگه ریشه مضاعفی رو نگاه میکنی به قضیه، دیگه لازم نیست من طراح راست و چپو به تو بدم. بریم بعدی دیگه، بریم شماره 98 ببینیم اونجا چه خبره. 98 حاصل حد دو میخواد به سمت صفر. ببینید شما وقتی صفر میذارید به عهده شماست دیگه، این به عهده صفر بالا میشه یک، پایینم دیگه کوسینوس یک میشه دیگه. وقتی کوسینوس یک میشه دیگه لازم نیست من به تو صفر راست صفر چپو بدم، تو میتونی بفهمی کوسینوس همواره از یک کمتره، اینو بساز مخرجی که ساختی کلا دیگه تماشا است دیگه، میذاریم مثبت بینات یا منفی بینات دیگه، راست و چپ صفر دیگه لازم نیست به شما بدم، چرا؟ چون کوسینوس کرده یک. بریم 99. حرفی ندارم بزنم، شما اگه بحثی ندارین تو شما رد میشیم. 99 100 حاصل این هم ارزی دوباره خودش رو هی داره آداپته میکنه تو سوال ما. شماره 100 دوباره هم ارزی هم که انشالله یادتون هست، 0 0 رو مبهم هست، هم ارزی چی بود؟ تانژانت رو بردار خودش بنویس، سینوس رو بردار خودش رو بنویس، اجرا کن ببینم آقا ثابتی اجراش چی میشه برای شما. شماره 100 این که 0 0 بود دیگه، خب تانژانت رو بردار x، اینم x ضرب در سینوس هم بردار، ساده میشه 1 2 x هم. یک بر یک دو ضرب در صفر راست، کلن صفر راست خروجی مستطیل بی‌نهایت. میریم سال بعدی. خب شماره 101 هم تو همون سبک و سیاق سال قبلیه، ایکس به سمت صفر چپ، صفر صفر رومه، سینوس داخلی صفر میشه، سینوس رو برمیدارم هم ارزی توان داره، اون فقط شاید برای شما نکته باشه. ببین اجرا رو 101 صفر صفر روم که بود دیگه، ایکس اینجا هست، سه ایکس به توان چند؟ دو. این 9x و یکیش هم ساده میشه 1 بر 9x، شما صفر چپ میخوای بذاری بر من، پای میشه صفر چپ، خروجی منفی بی‌نهایت و تمام شده است. بریم شماره 102. بازم همون سبک و سیاقو داریم، یک منه کوسینوس، کوسینوس داخلش صفر میشه، وقتی صفر میذاری داخل کوسینوس چی میشه؟ صفر میشه. صفر صفر رو مبهم هم هست، کوسینوس هم ارزش چی بود؟ یک منه یو دو دوم. اجرا رو ببینیم با هم 102. این صفر صفر روم که هست 100%، اینجا x یک منهای، حالا به جای کوسینوس چی میذاشتیم اگه یادتون باشه؟ یک منهای یو دو، یعنی x دو دوم، یک ها کنسل، x پایینم x دو دوم، دو میاد بالا، یک از x ها میره، x میره تو مخرج، حالا دو تقسیم از صفر چپ داری چون گفته x صفر چپه، خروجی دوباره چی؟ منفی بی‌نهایت. 103 سال بعدی مونه، این محاسبات زیر یه دقیقه انجام میگیره، وقتی سبک سوال دیده باشی آشنا باشی محاسبات زیر یه دقیقه است، اینم هم همون داستان، در کسری از دقیقه دوباره حل میشه، صفر صفر رومه، هم ارزی کوسینوس یاد نره، تانژانت هم همینطور. اجرا ببینید،
این صفر صفر رو بالا تانژان هم ارزش x، هنوز دوربینمون نرسیده اینجا، یک منهای رو کسینوس رو می‌نویسم چی برای شما؟ یک منهای 4x2 به 2 u2 دوم، یک ها کنسل، x پایین هم هست 2x2 دوباره کنسل، یک 2x2 صفر صفر راست اینجا، خروجی میشه مثبت بی‌نهایت. تکلیف مشخصه، بریم 104 سال بعدی. سال 104 مون حدی داره x به سمت یک چپ، جوابش هم شده چی؟ منفی بی‌نهایت. فکر کنم بالا m فاکتور بگیری یه اتفاقای میافتاد، تیز بین باشه اون m x دو منهای یک اتحاد مزدوج اینا یه کنسلی چیزی داره، اجراش رو ببینیم با هم دیگه. همین که گفتم m فاکتور میگیرم میمونه چی؟ x دو منهای یک، بعد این x دو منهای یک توش x منهای یک هست و x به اضافه یک. پایین هم که اگه دقت کنین اتحاد مربع کامله، از این x منهای یک ها که توان دو داره یکیش با m میره. خب چی میمونه؟ یه m میمونه و یه x به اضافه یک میمونه و پایین یه x منهای یک تنها. خب حالا قراره که چیکار کنم؟ x رو یک بذارم. بذاریم x رو یک میذاری بالا این میشه چی؟ دو دو m. یک میذاری یک منهای یک، جوابش هم صفره، خروجی باید بی نهایت بشه. خود گفتی از یک بیشتر، از یک کمتر، از یک کمتر، از یک کمتره، پس اینجا صفر چپه. میخوام جواب منفی بی نهایت در بیاد، باید این صورتش یعنی دو امش مثبت در. چرا؟ چون شما میگی دو ام مثبت تقسیم منفی بشه چی؟ منفی بی نهایت. پس اینجا باید امو بذارم چی؟ بزرگتر از چند؟ صفر. گزینه میذارم گزینه چند؟ 4. 105 بریم. سوال آشنا، دوباره این بحث لوگاری تو x به سمت صفر را چیزی که داخلی صفر میکنه خیلی برام مهمه. لوگاریتم x رو دوباره میکشم، شکل رو از روی اون حتی تفریش ها میدم. 105 لوگاریتم چجوری بود شکش؟ یه همچین داستان این لوگ بود. خب جواب هر چی میشه وقتی شما صفر میذاری یک منهای صفر که صورت یکه. اینجا وقتی بحث صفر میکنی صفر سمت راست میره این خیلی پایین ماینا میشه چی؟ منفی بی‌نهایت. خب صورت هست یک، پایینم منفی بی‌نهایت، جواب اینجا میشود صفر، مساوی تقسیم منفی میشود چی؟ منفی. از صفر کمتر خروجی چند؟ منفی یک. شماره 106 سال بعدیمونه. 106 هم تو همین سبک و سیاق طراحی کردیم که چی؟ فقط این مبناش دوباره کمتر از یک بشه، یادآوری بشه برای شما که چه اتفاقی میخواد بیفته. کوسینوس تقسیم لوگاریتم x در مبنای 2 دهم شکل چی بود؟ فرمت نزولی داشت. رسم کنیم 106 رو با هم دیگه. رسمش اگه یادتون باشه اینجوری بود دیگه، این لوگاریتم x در مبنای چند بود؟ 2 دهم. خب حالا حد رو بگیریم، صفر میذارم کوسینوس صفر که چند؟ 1. اینم که جوابش میره اون بالا ماله ها میشه مثبت بی‌نهایت، پس این میشه صفر. از صفر یه خورده چی؟ بیشتر. از صفر یه خورده بیشتر، خروجی هم چند در میاد؟ خود صفر. خیلی ساده است. بریم شماره های بعدی. شماره بعدی 107. حد اینو میخواد به عهده شما سربته. x به سمت صفر. نکنین قدر x. وقتی شما صفر میذارید اینجا حتما صفر راسته. مبناش هم بیشتر از اینه که جواب مخرج میشه منفی بی‌نهایت. بالا هم که یک، یک تقسیم منفی بی‌نهایت دیگه من حرفی نذارم. به براکت کلم حواست باشه. بریم شماره بعدی 108. اومده بر من چیکار کرده؟ یه شکل رسم کرده که تو دو موجانه قائم داره، تو دو سمت راست چپش رفته به سمت چی؟ بی‌نهایت. خب همینجا میتونم حلش هم کنم، ولی محاسباتش رو قشنگ رو تخته هم با هم دیگه ببینیم. 108 ببینیم. وقتی یه همچین حدی از شما میخواد، شما دو رو قرار میدی بالا میشه 1-4 منفی 3 اون هیچ. اما دو چه راستش چه چپش که خودش هم حرفی نزده فرقی هم نمی‌کرده، میره به سمت بالا مثبت بی‌نهایت. یعنی شما منفی 3 داری اینجا هم چی؟ مثبت بی‌نهایت. خروجی میشه صفر، منفی مثبت صفر کمتر، خروجی منفی 1 توی براکت. همونجا هم میتونستم ترتیبش رو بدم. شما 109 109 به عهده شما، حواس جمع باشین. تابع اف ایکس داده، تابع جی ایکس داده، حد ایکس به سمت یک چپ چی رو میخوای شما؟ اف سب در جی. یک رو بذاری اینجا جوابش میشه چند؟ دو. یک چپ هم بذاری اینجا مخرج رو صفر میکنه، چجور صفری؟ ضرب کنیم با هم دیگه جواهد دو پیدا کنیم. بریم 110 شکل کشیده بر ما، تابع اف رو هم کشیده، بعد یه همچین حدی میخواد وسط جمعه. کار خاصی نباید بکنیم منطقا، محاسباتش هم بنویسم ولی اتفاق خاصی نمیفته. همینجا هم میتونستم حل کنم. 110 ببینی حلشو. شما میگه ایش به سمت چند داریم؟ یک. خب اگه یک داری که جوابه میشه دو یکم به اضافه این یکش چی میشه؟ چه راست چه چپ جفتش رفته چی؟ اون پای ماینا منفی بینات. آقا یه دو داری منهای بینات، خروجی رو میذاری چی؟ منفی. عدد کنار بینات تأثیری نداره، همون بینات رو برمیداری میذاری کنار دستش به عنوان جواب که منفی بینات گذاری چنده؟ یک.
111. شیک بر شما رأس کرده. خب خوبه، این شیک چی هستش؟ اف. تابج یک هم به شما داده، حد ضربشون رو میخواد. خب بریم حساب کتاب کنیم. منفی یک، همینجا میتونم دوباره جمع جوش کنم ولی محاسبات رو تخته میرسم دوبارتون. منفی یک چپ حد اینو میگیرم، حد اون یکم میگیرم، با هم دیگه چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم، ضرب میکنیم. هر جا جمع داده بود جمع کن، ضرب داده بود ضرب کن الی آخر. من که این وسط مسیر وقتی به یه حالت مبهم برخورد کنم، مثلا سپ سپ رو میعذاب در بیاد، بینب بیناتومی از آب دبی، همچین داستانی بشه. وگرنه چهار عمل اصلی توی حد هم هیچ فرق برات نمیکنه. چهار عمل اصلی رو اجرا میکنیم ما. حد اینم حساب کنیم با هم. 111 جوابش چی است؟ ببینین اف منفی یک سمت چپش چیه؟ سمت چپش میریم پای ماینا، این هست منفی بینایت. منفی یک رو اینجا بذارم میشه کوسینوس منفی پی 4. آقا شما یه منفی بینت داری، منفی کوسینوس چی میشه؟ هست میشه کوسینوس منفی خار بود. منفی اصلا کلا هیچی، پی 4 رادیکال دوم خودمون دیگه. مثبت ضرب در منفی میگه چی؟ منفی بی نهایت میسازه برای شما. گزینه میزنم، گزینه چند؟ 2. بریم شماره بعدی دیگه بچه ها. سال بعدیمون بازم شکل کشیده، یه همچین حد رو خواسته، حد تفاضل. چهار عمل اصلی، ما همون چهار عمل اصلی رو براش انجام میدیم. اولا منهای دو راست تو شکل اگه دقت کنی از سمت راست میدین چی؟ این پایین پایینه. پس این چی هستش؟ منفی بی نهایت. اون یکی هم هر چی میخواد بشه بشه دیگه. دیگه منفی بینات من هر چیزی تو میگی منفی بینات برام چیه مهمتر هستش. گزینه گزینه چند؟ 3. گرچه منهای دو راست اینجا رو میکنه منفی 2 منفی 2 منفی میشه مثبت 2، ولی منفی بینات مثبت 2 همون میشه چی؟ منفی بینات. گزینه چند؟ 3. شماره 113 بعدیمونه. بریم 113 ببینیم چه خبره. خب این است. حد تابر رو میخوام. بازم به سطح موقع ببین وسط چهار عمل اصلی هستش. شما چیکار میکنی؟ صفر راست یه منفی هم اینجا داره، میشه صفر چپ براکت میگیری، عروشک هم صفر راست حدش رو میگیری، با هم ضرب میکنی، خلاص. 114 بازم چهار عمل هست. میبینید صفر بذارم اینجا میشه انجام بشه 3، اونم صفر راست چون لوگاریتمیکس و شکش رو بلدی میدونی داستان چی میشه، عددش رو با هم ضرب میکنی، تمام. 114 هم اینجا به عهده شما. 115 چند تا مجرب قایم داره؟ خب اینو راحت میتونیم حل کنیم ما با هم دیگه. ریشه های مخرج x2 منهای 1 مساوی با 0، x هاش میشه 1 منهای 1. 1 تاکید میکنیم قبوله، منفی 1 رو کنسل میکنیم. چرا؟ چون اینجا زیر رادیکال منفی میخواد. چند تا مجرب قایم شد؟ یه دونه مجرب قایم شد. گزینه گزینه چند؟ 2. بدون قلم. 115 شد 116. اطراف مجرب قایم چه شکلیه؟ که x هم چند باشه؟ 1. ببینید اینجا x منهای 1 به توان چند؟ 2. اینجا یک بذارم پایینم که ریشه مضاعف داره، یک تقسیم از صفر راست میشه مثبت بینت. چپ و راست هم نداره، مثبت بینت. گزینه گزینه چند؟ 4. قبلا نمونه هاشو رفتیم. 117 بعدیمونه. تابع چند خط موجب قایم داره؟ خب مخرج اینجا ایکس رو پیدا میکنم 2. یه وقت اون مخرج این رادیکال منفی نکنه، نه اون رادیکال منفی نکنه که نه. پس 2 میشه برای شما چی؟ موجب قایم. رفت تو لیست موجب قایم. اینجا میشه منفی 1. منفی 1 وقت اینو منفی نکنه میشه رادیکال منفی میکنه، کنسله. یعنی منفی 1 منفی 2 رادیکال منفی میشه. هر کدوم این رادیکال رو منفی کنه میگه که تو دامن کاری تو نیست، پس کنسل. 2 قبول شد، منفی 1 کنسل شد. چند تا موجب قایم شد؟ یه دونه. گزینه چند میذارم؟ 2. بریم 118. ببین تست ها راحت رو هوا میتونید شما جواب بدین. اصلا نیاز نیست که زیادم درس نامینه بلد باشین. نمونه هاش از کتاب آشنا باشی. نمونه هاش رو تو این همایش هم اصلا داشته باشی. دیده باشی دیگه اصلا نگاه کردن به تست ها حل برات میاره. بریم شماره 118. تابع فقط یک مجرم قایم داره. خب چند تا حالت داریم؟ یکی که دلتا مخرج صفر شه. خب دلتا رو ذهنی هم میتونم بنویسم به دو منهای 4 1 منهای 4 ام مساوی 0 امش میشه 1 4م گزینه گزینه 2 دیگه ام دیگه ای نیست که. شاید هم یه چیزی باشه که صورت رو صفر کنه، مخرج هم صفر کنه، مورد قبول نباشه که اصلا صورت رو چیزی صفر نمیکنه. x تو به اضافه 3 که مساوی 0 در نمیاد، کنسل شده است. پس همون دلتا صفری که توی مخرج گذاشتیم برای شما جواب داد. گزینه گزینه چند شد؟ 2. بریم 119. دوباره رفتیم تو فاز بدون قلم. این بازار یه خورده بهتری که قلم بندازم رو تخته بفهم چی. یک مجرم قائم داره، مجموعه مقادیر ام چند عضواره. یعنی میخواد داره من راهنمای ام چند تا مقدار پیدا میکنی، میگم که تعداد این اعضا چند تاست. دو تا حالت داره که یک مجرم قائم داره. چیا بودن یاد میاد که دقیقاً؟ یکیش این بود که آقا جان دلتای شما چی بشه؟ دلتای مخرج صفر بشه. دلتا ام2 4 ا اینم 3 دلتاش صفر بشه.
چرا دلتا صفر؟ که مثلا شما مخرجت یه ریشه بده، اونجوری ام دو میشه چند؟ 36، امات میشه 6 و منفی 6، این تموم شد. یه وضعیت دیگه هم داری که آقا صفر صفر روم بشه به جواب بی نهایت نرسه، یعنی یه چیز صورت رو صفر کنی که مخرجم صفر میکنه. اگه دنبال چیزایی هستی که صورت رو صفر میکنه، دو تاست، یکیش چنده؟ جمع ضرب صفر، یکیش یکه، یکیش هم چنده؟ سیاه و منفی. این یک مخرجم صفر کنه چه اتفاقی براش میفته؟ یک به اضافه ام به اضافه 9 مساوی با صفر، امت میشه چند؟ منفی 10. پس ام منفی 10 باعث میشه مخرج دو تا ریشه پیدا کنه که یکیش یک، یک صورت رو هم صفر کنه، کنسل بشه، بشه یه مجموعه. اینجا چی؟ منفی 2 ریشه مخرج قرار بدم، میشه چه اتفاقی میفته؟ 4 من های 2 ام به اضافه 9 مساوی با چند؟ صفر. ام هم اینجا به دست میاد چند؟ 13 دوم. 13 دوم باعث میشه مخرج دو ریشه بدهد که یکیش منفی 2 که به خاطر صفر شدن در صورت کنسل میشه، بشه یه موجب قائم. پس اینم یه موجب قائم برات تولید میکنه. کلا چند تا ام پیدا کردی؟ میگی من 4 تا ام برات پیدا کردم. تمام دیگه، بریم شماره 120. 120 که به عهده شما هم هست. به ازای کدام مقدار ام؟ این تابع فقط یک موجب قائم داره. دلتا مساوی صفر رو هوا زدی، چون چیزی هم صورت رو صفر نمیکنه. بریم 121. 121 میگه که آقا جان تابعین در فاصله 0 تا 2 پی اطراف موجب قائم خود کدام است؟ اولا 0 درست مخرج رو 0 میکنه، ولی چون 0 راست فقط داری 0 چپ نداری، پس موجبش باید یک طرفه باشه. اینا همش دو طرف است. 2 پی هم همینطور، 2 پی هم چون نقطه انتهاست، انتهای باز است، سمت راست هست، سمت چپ هست، سمت راست نیست، بازم موجب قائم اگه باشه باید یک طرفه باشه. گزینه همه دو طرف است. چه چیزی مخرج رو صفر میکنه؟ صفر که اول باز است ولش کن، 2 پی که آخر باز است ولش کن، پی 180 درجه که همون وسط های باز است دو طرفه. رو پی بس گفته بحث کنم، اطراف موجب قائم خود روی پی داریم بحث میکنم با هم. این بررسی چجوریه؟ نگاه کنین، من باید x به سمت پی و عددش رو برای چیا کنم؟ حساب کتاب انجام بدم دیگه. اینجا فهمیدی x مساوی چند؟ پی. لیمیت میگیرم x به سمت یه بار پی سمت راست، یه بارم x به سمت پی سمت چی؟ چپ. پی بذارم یک منهای پی، پایینم صفر، از پی بیشتر ربع چندم میفته؟ ربع اس، ربع ربع سوم میفته، ربع سوم سینوس منفیه، میشه منفی تقسیم منفی میشه مثبت پی. یعنی معناش اینه که شما سمت راست برو بالاها، اینجوریه. حالا پی اینجا یک منهای پی، پایینم صفره، از پی کمتر میشه ربع چندم ربع دوم، ربع دوم سینوس چیه؟ مثبته. منفی تقسیم مثبت میشه جواب چند؟ منفی بیناد. یعنی سمت چپ برو کجا کجاها؟ منفی بیناد، یعنی اینجا. این معناش اینه که گزینه‌ای که باید اونجا بزنی سمت راست بالا سمت چپ پایین، گزینه چند میشه؟ گزینه یک. ببینی 122. 122 میگه چند تا موجب قائم داریم. خب ریشه های مخرج دیگه، بشین با هم دیگه حرف بزنیم ببینیم ریشه های مخرج چند تاست. ایاتو ماشین تمرین کتاب شبین داشتیم، x منهای قدر x بود، اینجا x2 منهای قدر x. حساب کتابشو ببین، اول مخرج مساوی صفر رو با هم دیگه کار کنیم. مخرج مساوی با صفر x2 منهای قدر x مساوی با صفر رو میریم جلو، یه قدر x برات فاکتور میگیرم، میمونه از این قدر x منهای 1 مساوی با 0. یا قدر x مساوی با 0 یه حالت که شما x رو پیدا میکنی 0 و بهش شک داری. چرا شک دارم؟ چون صورت رو هم 0 میکنه، الان ما هم تحلیل میکنیم. یا از این پرانتز قدر x میشود چند؟ 1. دو تا x پیدا میکنی 1 و این یکی هم منفی 1. هم اینو شک نداری، هم اینو شک نداری. یک اینجا رو صفر نمی‌کنه، منفی یک هم اینجا رو صفر نمی‌کنه، جفتش قبول. فعلا دو تا موجب قائم رو پیدا کردم. بحث رو صفره. خب صفر رو جمع‌جور کنیم دیگه. شما که می‌تونید صورت یه فاکتوری بگیری، x میشه x به اضافه چند؟ 2x. این از این. حالا فرض کنیم صفر راست باشه، فرضاً صفر راست. اینجا هم صفر راست باشه، x رو فاکتور می‌گیرم میشه x منهای 1، اینقدر مثبت اومده بیرون دیگه. ساده میشه، جواب میشه چی برای شما؟ این x به اضافه 2 بود دیگه. جواب میشه اگه 0 بذارم بالا میشه 2، پایینم 0 بذارم میشه منفی 1، شد منفی 2. به بی نهایت نرسیدی. باش. 60 صفر چپ تو رو رسون. بذارین چک کنیم. دوباره x رو بالا فاکتور میگیرم، x به اضافه 2، اینجا هم x فاکتور بگیرم میشه x در x به اضافه 1. اینا با هم ساده، 0 بذارم 2 1 2، بازم تو رو به بی نهایت نرسون.
پس این صفر از دید مجرم قائم چیه؟ تعطیله. چند تا مجرم قائم داره؟ میگی دو تا مجرم قائم داره. صفر نه راستش منو ببینه آدرس اون، نه چپش ببینه آدرس اون. تمام. سال بعدی.